نیروهای امنیتی چهارشنبه شب به کسانی که در اعتراض به خشک شدن زاینده رود در بستر خشک این رودخانه چادر زده بودند حمله کرده و چادرها را آتش زدند و معترضان را به زور از محل بیرون راندند. در همین حال تظاهرات مردم شهر کرد در اعتراض به کمبود آب وارد پنجمین روز خود شده. همکارم سیران شرفی گزارش می‌دهد. اعتراض ها به سوء مدیریت آب توسط دولت که موجب خشک شدن زاینده رود، پر آب ترین رودخانه فلات مرکزی ایران شده است، علاوه بر کشاورزان که خواستار حقابه خود برای کشاورزی اند، مردم شهر اصفهان را نیز به صحنه اعتراض ها کشانده و این شهر و شهرهای دیگر از جمله شهر کرد در روزهای گذشته صحنه یکی از بزرگترین تجمع های اعتراضی در دهه اخیر بوده است و مردم حکومت را به دزدیدن آب زاینده رود متهم می کنند. چادرامون رو آتیش زدن. ببین اینا چه کافرایی هست. اینا نامسلمون هست. بیدین هست. آب ما رو دزدیدن. اینا آمدن حمایت کنن. معترضان پیشتر برای حضور گسترده مردم در ساعت 9 صبح روز جمعه فراخوان داده و از همگان خواستند برای اعتراض به سیاست‌های حکومت در این زمینه در مقابل پل خاجو و بستر زاینده رود و مناطق پیرامونی تجمع کنند، اما نیروهای امنیتی پیش دستی کردند تا مانع برگزاری چنان جمعیتی بشوند. در شهر کرد نیز معترضان به سیاست دولت برای پنجمین روز در برابر ساختمان استانداری دست به تجمع و تظاهرات زده و دولت را مافیای آب خواندند. در اجتماع بزرگ مردم شهر کرد علاوه بر شعارهای تند علیه حکومت، سرود یار دبستانی به صورت جمعی خوانده شد.